کار کردن اون کار کردن اساسی نداره منطقی پشتش نیست و اساسا حتی میشه گفتش که اقلانی هم نیست این ایراد و انتقادها. ها بنابراین آخون ملایان آخوند ها هم میشه گفت بله قبل از انقلاب میشه گفت ولی الان مثل که ظاهرا احساس اعانت میکنن اگر بگیم مولا باید گفته بشه آیت الله یا هر چیزی یعنی از آیت الله و ججه اسلام علمای اعلام و این چیزها اینها دستشون به بیت المال آلوده نیست هیچی بلکه از صبح تا به فکر ماها هستن چگونه به بهش بریم چگونه به جهنم نریم پای راست پای چپ این مشکل ازلی رو گفتم که حل کردن در دارالخلا چگونه بریم و همه این مسائل و اینها ها یکی از مسائل مهمی که از من چون خواسته شد برخی ندیده بودن برخی از این ویدیوها گزارش های تصویری که ما داریم اینا چون از نظر علمی بسیار مهم هست اینه که از چنگایی ممکنه باز ما باز پخش داشته باشیم ابعاد جدید و تازه ای رو در اونها پیدا میکنیم کار یک عالم که برای همون یه روز و دو روز نیست برای آیندگانه برای نهست هاست علامه اون همه کشفیات رو گذاشت هنوز داره تجدید چاپ میشه یکی از پرفروشترین کتاب هاست یعنی تیراجش الان کتاب دیگه در ایران تیراج مثلا 500 تا خیلی هزار تا علامه مجلسی به بالای میلیون رسیده یعنی که گنجینه علم و دانش هست بنابراین این برگردن به حرف که این علمای ما کارهایی میکنن کارستان چگونه به بهشت بروید. یکی از مسائل و مشکلات که ما داریم و نمیدونیم برای خودمون گرفتاری درست میکنیم فردا سر پر سراد سر یقه ما رو گرفتن پرسید همون نکیر و منکر شب اول قبل تومون تو چطوری پات میکردی؟ ایستاده؟ خب دیگه. کار همونجا تمومه دیگه و همین سال اصلا به عقل ما نمیرسه اون که مگه این چه ربطی رب داره؟ ربط داره علمای ما گفتن و ما نشنیدیم همونطور که آیت الله خمینی در پاریس نفلوشتو گفت اسلام برای شما تا صندوق خونه خونه شما هم کار داره و اینو ما نشنیدیم باید توجه بکنیم و بشنویم علم ما حشتاد دادن برای اینکه سر پر سرات شب اول قبل سر سرات گیرم این منکر راضی کردیم یه جورایی باشون کنار اومدیم پر سرات شوخی بردار نیست اونجا یقه ما رو گرفتن تنبونتون چطور پاتون میکردید و ندونستین از اون بالا شیرجه در جهنم یک امره به نظر ساده میبینیم چقدر اهمیت داره نگاه کنید با هم تماشا میکنیم و بیاموزیم امرا با هم پوشیدن شلوار به سمت قبله مکروه شما میدانید که اولا دستور داریم در آداب لباس فمودن شلوارش رو انسان میخواد بپوشه بنشینه بپوشه ایستاده شلوار نپوشید در روایت داره یک کسی ایستاده شلوارش رو بپوشه خدای متعال به درد او رو گرفتار میکنه که درمان نداشته باشه خب ببینید این ویدیو رو من قبلا هم در برنامه خیلی خیلی پیشتر پخش کردم برخی از بینندگان ما پرسش هایی داشتن امیدوارم جوابهای خودشون رو باز گرفته باشم با توضیحات من و فرمایشات این حجت الاسلام به دردهای های مبتلا میشه همین فرنگی ها که تومونشون رو ایستاده پا میکنن خب ببینید چه دردایی مبتلا هستن هم از آمریکایی و غیر آمریکایی رو به قبله که دیگه اصلا مکروه سه دفعه فعل مکروه انجام بدید مثل یه فعل حرام انجام دادید حالا زرد در کنید که تومون رو چند دفعه پوچیدین در عمرتون تا الان تقسیم بر سه کنید ببینید چی میشه که فعل حرام انجام ده و به خاطر افعال حرام خودتون میدونی نکر و منکر و خود سران من در همون برنامه های پیشتر یک بار که پخش کرده بودم این پیشنهاد رو دادم برای اینکه دوچاره معصیت نشیم خوب ممکن اولا دو راه هست باز پیشنهادهای من هست یکی این که به طور کلی دم دراز شده اگه بشه تومون رو پوشید خیلی بهتره این کار همون از رخت خواب تو رخت خواب که هستیم تومور رو پاک کنی. یا اساسا در نیاریم به کلی تومور رو این یه راه اینی که میگن نزدید فلان تومانش دوتا بشه اینم کنایی به همین مطلب دو بار معصیت مرتکب میشه در دروردن در تنبان ایشون توضیح ندادن که اونو چطور باید در بیارن باید باز نشسته باشه سرپا میشه تنبان رو در آورد اینا ما از علما توقع داریم راجبی این موضوع هم حتما نتایج آخرین تحقیقات خودشون و ارتباطاتی که با مسئولان بهشت و جهنم و اینها دارن حتما در اختیار ما امت همیشه در صحنه و البته گایم بگذارن یکی اینه یک پیشنهاد دیگه ای که من دارم و هم گفتم و امیدوارم مورد توجه قرار بگیره که تنبان بی تنبان تنبان هم یه چیز فرنگیستی مثل کروات مثل این یقه های پیران که حذف کردیم تنبان رو هم با یک اقدام انقلابی خل... به سرا حذف کنیم و امت رو بیایم ما خلع تنبان کنیم و به جای تنبان لونگ ببندیم که دیگه مرتکب معصیت در روایت هم دیگه نداریم لونگ چطوری ببندیم این یمنی ها برای همین لونگ میبندن دیگه برای اینکه زودتر از ما کش کردن اسکاتلندی هم دامن میپوشن که دیگه مرتکب محصیت نشن در مراسم رسمی شونه البته ولی یمنی ها بیشتر و در جزایر قمر هم هست این سنت لونگ بستن و برخی دیگه جا اینا میدونن اینا ارزش کارهای علمای ما رو میدانن بنابراین رایت میکنن ما نه انقلاب کردیم ولی همچنان تنبان میکشیم ملت رو امت رو باز با همون خیرخواهی های انقلابی باید خلیه تنبان کرد که دوچار محصیت نشیم مگر نگفته آیت الله مکارم شیرازی که اگر امر به معروف به زبان نشد از به قدرت هم میشه استفاده کرد نه قدرت ما در لندن مسئول تدارکات برنامه نه از قوه قهریه منظور هست میشه استفاده آره حالا این قوه قهریه هم که در واقع ملت رو دارن ناز میکنن کاری نمیکنن و همون ناز نوازشی مکتبی ملت رو خلطون مانگن و لون به جای اون بپوشن با شما عزیزان خواهیم بود و سری به بهشت زمینی میزنیم